برای داشتن یک باغ و یک باغچه، تنها داشتن آفتاب و خاک و آب و گل و درخت ملاک نیست. استعداد، علاقه، پشتکار و انگیزه، اگر اینها رو با همدیگه ادغام بکنیم میشه خلاقیت. خلاقیت رو باید در باغداری، باغبانی و باغچه داری داشت. بنابراین باید با تمام استعداد و انرژی در تمام فصل ها از باغ و باغچه خودمون نگهداری بکنیم. به طور مثال الان فصل بهاری که Good morning. Good, good. الان ما اینجا منطقه‌ای که به حساب باغ روز باشه، همون روز گاردن باشه، ببینید اینجا ها رو الان این شلنگ ها رو ما شلنگ که نیست، لوله های مخصوصه. وقتی که آب رو با میکنیم همانند آدم که عرق میکنه، این لوله ها ازش آب خارج میشه و الان این همکارا اینا رو روش رو با مرچ میپوشونن. این کاری که انجام میدیم با مرچ میپوشونیم چند حسن داره. یک، اینکه هیچ وقت آب تبخیر نمیشه بره به هوا. ببینید الان اینجا رو ببین، صاف کردن تمام اون لوله ها دیگه دیده نمیشه. شما تصور کن باغچه‌ای که قراره به این شکل در به داغون باشه، ما با مرچ پاشی میتونیم به این زیبایی در بیاریم. علف هرز در نمیاد، آب تبخیر نمیشه، به هوا نمیره، مرتب قرار نیست در تمام ساعت‌های روز شلنگ به دست بگیریم و شروع کنیم به آب پاشیدن به سر صورت روزامون. یکی از سرگرمی‌های ملت ما بعضیاشون که آب پاشی به باغچه هاست. این کار کار درستی نیست، آب رو هدر دادنه، در حالی که کشور ما از بی آبی رنج میبره. ملت ما، منطقه ما، بخشی از جهان از بی آبی رنج میبره. ما حق نداریم از آب استفاده نامعقول بکنیم. به همین دلیل وقتی که ما میاییم اینجوری روی این لوله ها رو میپوشونیم، این لوله ها به طور مرتب دستگاه روشن میشه، روزی یک ساعت، روزی نیم ساعت، بستگی داره سه روزی، چهار روزی، بستگی داره به شرایط آب و هوا و خاک و مقدار مصرف آب. به این وسیله وقتی دستگاه روشن میشه این گلها آبیاری میشن و از آب دادن زیادی جلوگیری میشه و از آب دادن کم هم جلوگیری میشه. آب زمانی مصرف میشه که نیاز احساس بشه و به همین ترتیب هم در واقع باغچه رو ما زیبا کردیم، هم صرفه‌جویی اقتصادی کردیم، هم پیشگیری از رشد و به وجود اومدن علف های حل کردیم و خیلی نکات مثبت. الان اگه دقت بکنید اینجا مثلا این درخت های میوه‌اش، اینا این درخت های میوه‌اش، ببینید تمام اینا رو در این فصل اول بهار، امروز در دقیقاً روز دوم فروردین 1397، به همین ترتیب تمام اون لوله های آب زیر این مرچ‌ها قرار میگیره، آب تبخیر نمیشه. ببینید اینجا الان نیمش رو ریختم و نیم دیگرش رو قرار بریزم. این لوله آب به همین ترتیب تا انتها ادامه داره و سر ساعت این منطقه آبیاری میشه بدون هیچ کم و کاست و قرار نیست یک نفر وقتش رو بذاره ساعت‌ها شیلنگ دست بگیره و دور خودش بچرخه و یه جا رو آب بده یه جا رو آب نده. و همه بدتر، آبیاری غرقابی که در ایران رسم متاسفانه و در افغانستان و در بخشی از کشورهای آسیایی، هدر دادن آب و بی نتیجه موندن آبیاری مونه. وقتی که ما از آبیاری قطره استفاده بکنیم، از سیستم استفاده بکنیم، همیشه خاک جایی که آب رو لازم داره تامین میشه. وقتی ما آبیاری غرقابی میکنیم، از جوی آب کیلومترها باید آب عبور بکنه، آیا به باغچه برسه، آیا به درخت برسه یا نرسه. ولی وقتی ببینید الان اینا رو، این لوله ها رو قراره تمامش
به وسیله پمپی که وصل میشه به اینا تمام این مناطق رو سر زمان سر ساعت آبیاری میکنه. سعی کنید از ابتکاراتتون استفاده بکنید، از خلاقیتاتون استفاده بکنید و تا اونجایی که میتونین در حفظ و نگهداری طبیعت کوشا باشیم. حفظ و نگهداری طبیعت یک وظیفه عبادیه، یعنی از نماز، روزه، حج، از همه چی واجبتر حفظ منابع طبیعته، به دلیل اینکه بشریت نیازمنده. ما مدیون نسل‌های آینده هستیم. اگر کوتاهی بکنیم قطعا دودش به چشم فرزندان خودمون، نوه‌های خودمون خواهد رفت. به امید آبادی و صلح و دوستی در کل بشریت. خدا یارو نگهدارتون.